هشتم ربیع الثانی میلاد امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی عسکری علیه السلام در هشتم ماه ربیع الثانی در سال 232 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد. در 3 سالگی همراه پدرش امام هادی علیه السلام به دستور متوکل خلیفه عباسی راهی تبعید در شهر سامر را شد. 22 ساله بود که سکان هدایت جنبش انقلابی تشیع را به دست گرفت. دوران رهبری امام حسن عسکری از نظر شدت فشار و اختناق سخت ترین و پررنج ترین دورانهای تاریخ ائمه شیعه بود و او تقریبا تمام عمرش را در زندان و تبعید گذراند و لقب عسکری نیز به خاطر همین اقامت دائم در معسکر یا پادگان نظامی است. با این همه تشکیلات مخفی و سراسری را که در سرزمین‌های پهناور اسلامی ریشه دوانده بود طی 6 سال با شیوه‌های پیچیده از همان درون زندان هدایت کرد. نمایندگان شیعیان یا پیک‌های مخفی و با محمل‌های گوناگون خود را به آن حضرت می‌رساندند و برای تضمین و تداوم این ارتباطات خطر لو رفتن و مرگ و مجازات های سخت را برای خود و خانواده خود به جان می خریدند. از طریق همین مجاهدان طلایه‌دار بود که پیام های رهایی بخش و ارزش های اسلام مردمگرا و انقلابی به شیعیان می رسید. کتاب های تاریخ پیام های انقلابی او را که برای پیروانش به شهرها و مراکز مختلف می فرستاد ثبت کردند. از جمله ثبت شده است که برای انقلابیون شیعه که در شهر قم تحت ستم حاکمی خون ریز بودند دعایی را که خود در قنوت نماز می‌خواند فرستاد تا در مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم از آن الهام بگیرند. در قسمتی از این دعا آمده است: بار خدایا همه پشتوانه های ستم را نابود کن، همه سپرهایش را در هم بشکن، نیروهایش را پراکنده و شقه کن و همه پرچمهایش را سرنگون ساز. سرانجام معتمد خلیفه ستمگر عباسی که می دید در تبعید و زندان هم نمی تواند از نفوذ کلام و تأثیرات شگرف این راه بر انقلابی بزرگ ممانعت کند و حتی زندانبانها نیز پس از مدتی در حوزه جاذبه امام حسن قرار می گیرند، در سال 260 هجری دستور داد تا او را به شهادت رساندند. در کتاب‌های تاریخی نوشتند هنگامی که خبر شهادت امام حسن عسکری پخش شد شهر سامر را پایتخت وقت بنی عباس به خود لرزید. از همه جا ناله مردم برخاست، بازارها تعطیل و دکانها قفل شدند و شهر در اعتصاب عمومی فرو رفت. خلیفه ارتجاع و شقاوت حضور آن نور هدایت را در کانون جنبشی گسترده در حاکمیت جور و دجالیت
بر نتافت. اما فروغ آرمان رهایی بخش او با صلای پایداری و انتظاری رزمنده و شعله‌ور برای رهایی همیشه فروزان باقی ماند.